سلام، بالاخره همونطور که بهتون قول داده بودم آوردمتون موزه جدیدمون برای که امروز بریم موزه جدید رو ببینیم. قبلا از خونه و گالری شخصی هنرمند براتون فیلم گرفته بودم. قبل از اینکه بریم که داخل این موزه 8 طبقه و بزرگ رو ببینیم، سابسکرایب کنیم، نوتیفیکیشن شما فعال باشه که ویدیوهای بعدی رو از دست ندیم. این مجموعه که الان میبینین بزرگترین مجموعه توی جهان هست که آثار هنری یه هنرمند رو توی خودش جا داده، یعنی بیشترین آثار از یه هنرمند رو توی یه مجموعه جمع‌آوری کردن توی این موزه. قراره که 4 طبقه موزه مون رو امروز بهتون از نزدیک نشون بدم. مجموعه معروف جیغ توی طبقه 4 ما از طبقه اول شروع کردیم. هفته دوم باز شدن موزه جدیدمون هست. بعد همچنان شلوغه. من سعی کردم که یه روزی بیام وسط هفته باشه، خیلی شلوغ نباشه. الان طبقه اول هستیم. توی موزه جدید آثار خیلی خیلی بیشتری از مونک به نمایش گذاشتن. نقاشی که میبینید از مونک توی یه مزرعه توی لوتن، توی محل زادگاهش کشیده. بنک مونک متولد شهر منطقه روستای لوتن هست. دوباره اینجا که میبینید تمام مناطق دوران کودکیشه. اون کودکی خیلی سختی داشته، پدر مذهبی، پدرش هم کشیش بوده هم پزشک. بعد خیلی اعتقادات شدید مذهبی زیادی داشته و مادرش هم وقتی که 5 سالش بوده مادرش در اثر سل از دنیا میره. 7-8 سال بعدم خواهرش، یکی از خواهرش دوباره در اثر سل از بین میره. در واقع مرگ مادرش و خواهرش توی سن کودکی و نوجوانی خیلی تاثیر منفی روش میذاره. زمینه های بیماری روانی هم از سمت پدری داشتن بعد از مرگ مادرش، هم که کلن با سختگیری های پدرش و عمش بزرگ میشه تحت آموزش های مذهبی. همه اینو باعث شده بود که Det er en andre variant av skriket, altså fra samme stedet, men med andre mennesker. این شماره 4 دوباره یکی از مجموعه های جیغ هستش به معنی انگزایتی یا استراب. شماره هاش اینجا زده، اسم آثار هم نوشته. شماره که برای این زدن شماره 4 هست به اسم انگزایتی. 1894 این مجموعه رو کشیده. داشتم میگفتم همون دوران کودکی و نوجوانیش، مرگ خواهرش و مادرش و بعدم پدر سختگیرش خیلی روش تاثیر گذاشت و مون تقریبا تمام دوران زندگیش درگیر بیماری های روانی بوده. سه بوده ارده پالیوهان نه شلطه باقیان
الان این عکس، این تصویری که می‌بینین توی اسلو هستش، خیابون کارل یوهان، غروب کارل یوهان اسم اثره. Så jag kan säga det på norsk. Jag gick längs vägen, men med två vänner. Så gick solen ned, himlen blev plötsligt blå och jag kände det stora skrik i naturen. Mm. Så I was walking along the road with two friends. Then the sun turned red, turned blood, and I felt the big scream in nature. این دقیقا نامه ایه که مونک در واقع زمانی که تابلوی جیغ بهش الهام شده بوده نوشته بوده، یاد داشته که برای اون تابلو که نوشته یه غروب زمستونی با دوستش داشته قدم میزده، میگه که من یه غروبی دیدم که خیلی قرمز و خون‌آلود بود و یه صدای جیغ بنفشی از طبیعت شنیدم که الهام بخش آفرینش اثر جیغ شده، همین غروب قرمز و عجیب غریب و قشنگ اسلو. مونک دو تا رابطه عاشقانه خیلی جدی داشته که یکیشون خیلی میشه گفت جنجالی و معروف بوده، با یه خانمی مدتی توی ایتالیا حتی زندگی کرده و اون خانم هم خیلی مصر بوده به ازدواج، اما مونک ما همیشه توی مراوده هاش با دوستاش گفته بود که خاطر زندگی مشکلات خانوادگی که داشتن خیلی نسبت به ازدواج دید مثبتی نداشته و این رابطه متاسفانه خیلی دووم نمیاره. بعد این خانم با یکی از دوستای مونک ازدواج میکنه. حالا بعضی از آثارش که نگاه میکنین دقت کنین خیلی رنگ و طرحهایی داره که خیلی خوشحال تره برای دوره تراپی دیده بوده، دوره تراپی سنگین دیده بوده، حدود 8 ماهی تحت درمان روانپزشک و حتی شوک الکتریکی بوده. بعد از اون دوره الکل و مصرف الکل رو حتی کنار میذاره و کلاً حالش هم خیلی خوب میشه و این حال خوب حتی توی آثارش هم میبینیم. بعد یه دوره هم مثل بسیاری از هنرمندان به زادگاه هنر پاریس میره، توی پاریس یه دوره زندگی میکنه. بعد یه دوره هم توی برلین بوده که پدرش فوت میشه و برمیگرده دوباره نروژ و وقتی هم که برمیگرده نروژ متوجه میشه که پدرش هیچ میراثی براشون نذاشته، کاملا صفر صفر بوده و برای اینکه زندگیش شروع میکنه از یه فرد شناخته شده و ثروتمند یه وام خیلی سنگینی میگیره و در واقع اون وام میشه تلاش مونک برای پیشرفت و از اینجا پیشرفت های چشمگیر مونک توی نروژ شروع میشه، کارهای خیلی زیادی میکنه و کم کم شناخته میشه توی کشور خودش. توی 34 سالگیش هم که رابطه عاطفیش با دوستش به جایی نمیرسه با هم به هم میزنن، بعد از این مدت دوباره خانم برمیگرده که آشتی کنن و دقیقا هم متوجه نمیشیم که موقعی که این خانم اومده دقیقا چه اتفاقی افتاده، ولی ظاهرا یه تیراندازی اتفاق افتاده. هیچ وقت هم منطور گفت که این تیراندازی عمدی بوده یا اتفاقی. بعد دو تا انگشت مونک آسیب جدی میبینه توی این تیراندازی و تا آخر اون با اون نقص با زندگی میکنه که بعدا دیگه کلن کات میکنن و اون خانم میره با دوست مونک ازدواج میکنه. این مجموعه هم یکی از مجموعه های خیلی معروف مونک هست به اسم مدونا. الان توی طبقه هستیم که اثر جیغ هست، اثر جیغ توی اتاقیه، صف براش گذاشتن، صف یعنی تو ایجاد شده، خیلی تو صف باید شدن و ببینیم که این نوبتمون میشه. مونک به سینما هم خیلی علاقه داشته، الان این فیلمی که داریم میبینیم یکی از فیلم هایی که خود مونک تولید کرده اون موقع دیگه سال 1927 خیلی نمیشه انتظار داشت. خیلی علاقه داشته به زندگی روزمره و ترافیک و اینجور چیزا رو فیلم میگرفته و بخشی از زندگی هنریش همین فیلم گرفتن و فیلم ساختن بوده. صفحه که مشاهده میفرمایید صفحه مشاهده کردن
اثر جیغ هست. ما هم اینجا این پهمه ها وایستادیم، یه نیمچه جیغی داریم به خودمون نگاه میکنیم، همون هم که شما میبینیم من هم دارم میبینم. حالا باز اریک دوربین رو برده بالا، شما بهتر از من داریم میبینیم، من که هیچی نمیبینم راحت. حتما شنیدین که دو تا از آثار یکی توی سال 1944 اگه اشتباه نکنم، یکی هم 2004 دزدیده شده. سال 2004 اثر جیغو از توی موزه قدیمی توی روز روشن سه نفر اومدن قشنگ خیلی راحت در مقابل چشم بقیه بازدید کننده ها برداشتن. یه یادداشتم گذاشته بودم برای موزه توی کارت پستال که با تشکر از سکیوریتی خیلی عالی که موزه فراهم کرده ما این آثار زیبا رو خیلی راحت برداشتیم. البته این نفر بعدا پیدا شد، دوره محکومیت برای سال در نظر گرفتم و یه محکومیت سمبولیک هم بود، یه قیمتی روی اثر که دور دیدن گذاشتن و سارقین باید اون مبلغ رو پرداخت کنه، ولی خب اون مبلغ اونها زیادی برشون قابل پرداخت هم نمیتونستن پرداختن و برای همین محکومیت سمبولی بوده. حالا به نظر من توی موزه جدید برای سکیوریتی یکم بیشتر جدیت به خرج دادن. دمه درم که ما داشتیم میومدیم اریک کیف دستی هم براش بود، کیفش رو ازش گرفتن گفتم بعد ببر بذار که کمد داخل با خودش نمیتونه ببره. حالا ما مثلا نمیتونم خواستیم توی اون کیف اثر موکو بدوزیم توی کیف قایم کنیم. اینا همه پورتری که خودش از خودش کشیده. بعد جالبه که این شاید اولین هنرمندی بودی که سلفی اختراع کرده. شما توی این موزه قبلی ها چون هفتتون نشون دادم چقدر مونت از خودش عکس سلفی گرفته بود. این عکس های سلفی که ما همه چپ و راست میگیریم همه از اختراعات آقای مونت هست. هیجان انگیز ترین طبقه موزه هستیم. همه راسته هست اثر جیغو که دیدیم، بعد یه سری از آثار خیلی خیلی معروفش، یه سری آثارش رو بیشتر خصوص به خانوادگی دیدن تحت تاثیر مرگ خواهرش و مادرش نقاشی کرده بود اونا رو بهتون نشون دادم و یه سری از آثاری که حال روحیش بهتر بوده رنگوزی بیشتری داشت و اینا اونا هم دیدیم. Nakne menn får ikke se på Kina. Her er det igjen depress. اینجا دوباره آقای مونت مثل که دپرس بوده. خیلی آثار زیادی ازش گذاشتم نسبت به موزه قبلی، خیلی پروپیمونه. اینم دوباره یکی از نقاشی خیلی معروفشه. اینم دوباره از مجموعه جیغ روی همون پلی که بهش الهام شده بود از همون غروب خونالود اسلو. به سه همه گمله بیلن هست یا ده 1880 تاله ده مالتا هم نیره. Hmm, that's good.
خب ما همین طبقه پنجم هستیم. تا اینجا بخوام بهتون بگم موزش جالب بود. البته من معماری داخلش خیلی دوست داشتم، یعنی از بیرون خیلی هیجان انگیزتر به نظر میرسه، ولی داخلش نمیدونم، آثار خیلی عالیه ها، یعنی مجموعه رو خیلی با سلیق و خوب چیدن، هر طبقه رو چیدمانش، انتخاب آثار که کنار هم یه معنی داشته باشه، یه روال و سریالی رو دنبال بکنه، خیلی مناسب طراحی کردن. ولی داخل موزه خیلی برای من واو نبود، ولی الان توی طبقه هستیم که بزرگترین آثار مونکو داریم میبینیم. اون روبرویه نگاه کن چقدر بزرگ و خوشگله. اریک داره یوتیوب میگیره برای ما، فیلم بردار ما هست، من هم دارم از اریک عکس میگیرم، اون آقای نگهبان هم داره ما رو نگاه میکنه خیلی با تعجب که اینا چه غلطی دارن میکنن. این چقدر بامزه است. بیان یه چیز جالب انگیزم بهتون نشون بدم. الان تو این شیشه هیچی نمیبینیم، ولی این رو فشار میدید این روشن میشه. چه خوشگله، سنگ بنگ توشه، من به عاشق سنگ. سه تا در واقع قسمت مجزا شد، یکی سنگه، یکی چیز بود، صدف مدف دریایی بود، این یکی پروانه است. نگاه کنیم پروانه داره، دوزدی های هیجان انگیزی که انجام دادن اون سه تا سارق محترم، همه دیگه به همه به چشم دوست نگاه میکنن توی موزه مونک. خیلی فضا همچین سنگین و نه چندان دوستان هست، خلاصه دوستان این که در شرایط بسیار دشوار و تحت فشارهای بسیار امنیتی دارم این ولاگ رو براتون تهیه میکنم. اریک هم اصلا نمیدونه من چی دارم میگم. برای بیلک نتاشه الان این دوباره رسیدیم به طبقه که هنر حکاکی روی چوب و بوکات انجام داره میده، انجام داره میده میده که بعد وقتی زنده میده انجام داده بوده. بعد این طبقه دیگه خیلی نقاشی نمیست، بیشتر روی چوبه، خیلی جالبه. از این شابلونه چوبی گذاشتم، میتونیم کاغذ بردارم در خود موسیقی بکشیم. من کاغذ ندارم، مداد ندارم، بعد همه اینجا نشستم و جا ندارم. من هم از دقیقه چیزی بکشم چی در میاد چه صورت چقدر خوب شد روی چوب روی میزگه هست، خیلی متوجه نمیشی چیه، بعد که میکشی تازه متوجه میشی چی بوده. با حاله پیشش دارم. اینجا امضا میکنیم به اسم شیما مونک. خب تا من نو کومو کوسو دکاسه دیس لایک مجسمه است یا به صحنه واقعیه؟ فکر کنم مجسمه است. صدای من چه اینجا میپیچه، باید آروم حرف بزنم. اکو داره اینجا. این طبقه بیشتر فکر کنم آبرنگه. این از سر رو بذار برم بخونم.
این طبقه فیسی امین، این آن کنستر امیک یایسان مای I said no. Det på bak oss var Munch. Men da, den ikke Munch. 27. Ja. Vi har ulike utstillinger med andre kunstnere. Ja. Og sånn bildet der en Munch-bilde. Den طبقه تلفیقی همه آثاری که می‌بینیم برای Munch نیست. الان اونایی که اون ورنشون دارم برمون که بود این برمون که سال 1922 سیتی نیوت مارمیک کلان این طبقه طبقه جبقه داغد و بیداده این هم ممکن نیست. مجسمه چیز آقارت دوستش ندارم در انده تیستر مونک یا در اسکومل مونک اسکومل این آقای نگهبانه تو این راه راه همیت کلش سرک میکشه به هر قسمتی که بازدید کننده ها هستن حواسش به همه هست اما این ور ما دو نفر تنهای من میاد این ور سرک میکشه بعد دو نفر همون برم نیره دو بار پشت اون یکی دیوار خیلی نگهبانشون حواسشون هست نسبت به موزه قبلی اصلا انقدر سکیوریتی اینا نداشت کلا ما عادت دیگه نداریم تو نروژ اونقدر همه چیز بر اساس اعتماد و کنترل و اینجور چیزا نیست یه جا میریم که خیلی میپان اصلا حس عجیب برامون داره خوشگله احلاق سر رو دیگر از این بقید نگاه کنیم دوباره اینجا ما یه دونه تابه مرد تنهای غمگین رو داریم که یه زن احتمالا بهش خیانت کرده اون گوشه نشسته داره قصه میخوره توی رابطه های عاطفیش خیلی اتفاق مونک موفق هم بوده دوتا رابطه خیلی جدی داشته حداقل دوتایی که خیلی رسانه ای شده و همه ازش اطلاع دارن که خب بود هیچ کدومش هم موفق نبوده حتی هم توی نقاشیش هم خیلی میبینیم که این خیانت و سردی روابط و اینا رو به تصویر کشیده یه مردی گوشه واسده تنها ناراحت قصه دار بعد یه خانومی خوشحال و یه آقای دیگه
اینجا ما یک عدد گربه داریم، حرکات گربه سیاه.